همه تحلیلگران غربی، اهم از اروپایی، آمریکایی و حتی وابستگان به خود رژیم صهیونیستی، معتقدند که در این عملیات رژیم صهیونیستی با همه تظاهر و یال و کوپال از گروه معدود مقاومت شکست سختی خورده است. توجه بفرمایید. اونها میگن رژیم صهیونیستی 8 ماه بعد از طوفان الاقصا با این همه تلاش به هیچ کدام از هدفهای حداقلی خود هم نرسیده. این تحلیلگران غربی میگن. از این بالاتر یک تحلیلگر غربی اینجور میگه طوفان الاقصا رویدادی است که میتواند تغییر دهنده قرن 21 باشد. این تلقی یک تحلیلگر معروف غربی است. من نمیخوام اسم اینها رو بیارم. یکی از تحلیلگران معروف غربی قضاوتش اینه که طوفان الاقصا میتوانه تغییر دهنده قرن 21 باشه. یک تحلیل دیگر از یک تحلیلگر دیگر غربی میگه طوفان الاقصا جهان را تغییر خواهد داد. یک تحلیلگر امنیتی صهیونیست مربوط به داخل خود رژیم صهیونیستی، او اینجور میگه، میخواد بگه درون سران و مسئولان بالای رژیم صهیونیستی آشفتگی وجود داره، سرگیجه وجود دارد، نمیدونن چیکار باید بکنن. اینجور میگه اگر محتوای بحث ها و اختلافات مقامات اسرائیل در رسانه ها منتشر شود 4 میلیون نفر از اسرائیل خواهند رفت. مهاجرت معکوس، یعنی سرگیجه و آشفتگی و دستپاچگی در میان مقامات اسرائیل در یه چنین حدی است. یک مورخ اسرائیلی میگوید پروژه، توجه کنید این خیلی مهمه، میگه پروژه صهیونیستی نفسهای آخر خود را میکشد. این رو یک تحلیلگر و مورخ صهیونیست میگه. پروژه صهیونیستی نفسهای آخر خود را میکشد. ما در آغاز پایان رژیم صهیونیستی هستیم. ارتش در حفاظت از جامعه یهودی در جنوب و شمال اسرائیل شکست خورده است. ارتشی که ادعا می کرد جزو قوی ترین ارتش های دنیاست در داخل سرزمین خود شکست خورده. از کی شکست خورده؟ از یک دولت قوی؟ نه، از گروه های مقاومت، از حماس، از حزب الله، از اینا شکست خورده.